یو یو یو، سلام سلاطین، دکتر سنا هستم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. در خدمت آقا مرتضی هستیم. ما شما رو چی لقب بدیم؟ آقا مرتضی لقبتون چیه؟ سلطان لقب لقب نداریم ما دیگه. لقب چی؟ مگه میشه داشت لقب نداشته باشی؟ آه بابا، مثلا سلطان چی بگیم به شما؟ سلطان تا حالا ساقی بودی؟ ساقی نه. تا حالا زندان رفتی؟ زندان فراغون ناموسن؟ آره. الان چند سالته؟ الان 33 سالمه. چند سال زندان بودی تا حالا تو زندگیت؟ رو هم رفته که 4 سال شاید بشه، 5 سال، 4 سال. هم زندان همینجا؟ نه، اینجا هم بودم، مشهد و تهران. هر سه تا شهر بودی زندانو؟ آره دیگه، همه جا رو زیارت کردیم. بعدی داستان چیز تو بگو، داستان خیلی برای من جالب بود. اتفاقا هم روزی که ازت پرسیدم که گفتی تو مستراب زدن یه حال دیگه. آره دیگه، یه آقا آدمیه خب که خانوادهش بهش گفتن داداش پاشو تو دیگه خیلی زدی، پاشو یه کربلا برو یه سمزدائی مجدی یه سمزدائی مجدی سعی و سالم برگرد. این آقا پاش شده میخواسته بره کربلا، تعریف کن. هیچی دیگه، ما تمام راه ها رو امتحان کردیم واسه ترکیش کدیم جواب نداد. بنده خدا مادرم گفت که بیا برو کربلا پیش امام حسین، مگه اون نجاتت بده. هیچی دیگه، ما هم حرفشو گوش کردیم. این طرف کفشمو جنس سفید زدم، این طرف سیاه. سفید یعنی شیشه، سیاه یعنی هروئین. هروئین، آره. خب رفتیم به سلامتی پیش آقای امام حسین اول فرض. اینا گفتن برسی اونجا چشمت به گنبدا بین الحرمین، که برسی چشمت به گنبد بیفته اشکات خود به خود بیاد، دلت میشکنه، امام حسین نجاتت میده. رفتیم ما رسیدیم بین الحرمین، چشممون افتاد به گنبد آقای امام حسین. خانواده کنارمون بودن، چند تا از بچه‌ها، اونا دلشون شکسته بود، اشکاشون میومد، من خمار بودم یا فکر میکردن که من دلم شکسته، غافل از این که ما بد جور خمار بودیم. خلاصه رفتیم گفتیم حالا کجا بریم کجا بریم مصرف کنیم بابا، این عربا اگه ما رو بگیرن اینجا میکشن. چجوری از مرز رد کردی؟ مرز اونجا 40 بود، زیاد چیز نبود. نمیگشتن. آره. بعد تو کیله، یعنی مثلا یه هفته تو برداشتی. آره دیگه، من 15 روز اونجا بودم، 15 اینو 15 روز داشتم. وو. دیگه چی، فقط دنبال فویلو چی کجا گذاشته بودی؟ دیگه اون جاساز داشتم دیگه، آدم معتاد جاساز داره واسه. آره راست. آره دیگه، هر جور شده مخش این کارا کار میکنه. حالا کار دیگه مخش کار نمیکنه، ولی تو مواد هر چی بگی کار میکنه، از هر جا بتونی بخواد در میاره، از هر رایی که شده. خلاصه ما رفتیم کربلا، هم نتونست ما رو جواب بده. آره، چون اصلا من زیارت هیچ حالیم نشد، چون همش دنبال مصرف کردن اونجا بودم، اصلا به فکر زیارت نبودم. در کل میگم که به هزار طریق میخواستم منو ترک بدن ولی نشد. بعد این خیلی جالب بود، بچه‌ها به من میگه کسی که هروئین میزنه حتی اگه تو خونش باشه، خونش هم هیچ کی نباشه، رو مبل نشسته باشه، عشق اینو داره که بره تو مستراب بزنه. بله، یکی واقع من خودم همینطوری بودم شخصا، اصلا خونمون خالی بود میرفتم دستشویی، اصلا هیچ کی نبود خونه، اصلا در اختیارم، ولی تو دستشویی حال فازی دیگه میداد. جدی من دکتر، هات باکس میشه فکر کنم. آه. هات باکس میدونی چیه دیگه، حالا هر فازی داشت، من علمیشو بلد نیستم، ولی خب کلا من اصلا خونمون کس کم نبود. خوب. هیچ کی نبود، من میرفتم مثلا دستشویی مطرف میکردم. خیلی جالب بود واسه خودم، الان خیلی از بچه‌ها رو میبینم تو مسترابا دارن میکشن. جدی میگم. پس این که تو پارک ها طرف پارک خلوت، هیچ کی نیست، میره تو مستراب میزنه. آره، فضای میگیره دیگه. حالا چراغ قرمز هم میشه دیگه، چه فازی داره نامصب، احتیاط همینه دیگه. بعد از یه تایمی هم چراغ قرمز میشه دیگه، تو میذاری کنار تا چه وقت مستراب میری دلت نمیخواد. مستراب میری دیگه، حواس جنس میکنی دیگه داداش. نه دیگه، حالا زمان مصرف شاید، ولی الان دیگه نه، الان فقط میریم دستشویی میکنیم بیرون دیگه. بعد از چند سالگی تو شروع کردی؟ الان چند سالته؟ الان 33 سالمه.
زیاد با هم فاصله نداری. آره همسنیم در. همسنیم حدودا. 68. آره 68 ام. حالا 34 هم نمیدونم 33 دقیقاً. ولی خب از سن 16 17 سالگی من دیگه کم کم مواد شروع کردم. 35. نه دیگه 68 هم دیگه 1402 34 ساله. 34 سال حالا یه سال اشکال نداره. آه. از سال چند شروع کردی؟ دیگه نمیدونم دقیقاً 17 سالگی بود. 16 17 بود دیگه کم کم رفتیم به طرف اعتیاد. اول که سیگار شروع کردیم و کم کم تریاکی و گفتن ازدواج کنی میذاری کنار. من گفتم ازدواج کنم میذارم کنار دیگه. موقعی که میخوام برم چند ساعتی که با دوستان باشم مثلا مصرف کنم با خانومم میرم، غافل از این که بیماری اعتیادی که من داشتم خیلی فراتر از اینا بود. یعنی از زمانی که ازدواج کردم افتادم تو خط سفید. شوخی؟ یعنی تو به محض اینکه ازدواج کردی افتادی تو خط صنعتی؟ افتادم تو خط صنعتی دیگه نتونستم در بیام. الان تقریبا 13 سال بود دقیقا گرفتار شیشه و دوا بودم سفید مصرف میکردم. یعنی حدودا از 20 سالگی دقیقا از 20 سالگی گوشم که من اولین بار شیشه رو زدم دیگه 20 سال. خب سر چی؟ سر اون مشکلاتی که ازدواج برات به وجود آورد؟ سر اینکه رابطه بهتر شه؟ سر چی رفت دیگه؟ حالا نمیدونم چی شد یه دفعه من اون مواد رو مصرف کردم، اصلا یه فازی بهم داد که دیگه اصلا تو ابرا بودم، ابرای صورتی به قول خودتون میگی، یه فازی بهم داد خیلی خوشم اومد ازش. اصلا دیگه دنبال تریاک اینو نرفتم. عشق هم کشید رفت. اینو زدی؟ نه اول شیشه رو بعد هروئین زدم. بعد کدومی که بهت بیشتر فاز میداد؟ هر دو تاش با هم دیگه میزدم. آره هر دو تاش با هم دیگه میزدم. خب نه میخوام نگاه کن، اصلا داستان اینه، میخوام بدونم چی شد که زدی؟ یعنی اصلا یهویی توش افتادی؟ یهویی به خودت اومدی دیدی داری میزنی یا نه مثلا؟ آره دیگه اصلا از قبلش فکر کرده بودی در موردش که آره هروئین حال میده برم بزنمش فلان اینا، یا نه یهویی دیدی توشی؟ یهویی اصلا فکرم نمیکشید که من بخوام مثلا شیشه دوا مصرف کنم. یهویی دیدم غرق شدم و مثلا خودم خبر ندارم. خیلی مواد مزخرفی ها، خیلی های دکتر جدی میگم نابودت میکنه. اصلا من اصلا چجوری بگم، حالا میخوای از زندگی از گذشتم یکم بگم؟ آره بگو هر جور. من خیلی خوب بودم قبلا، خیلی هم کارم هم زندگیم هم خانواده همه چی داشتم. ولی خب از زمانی که افتادم توی مصرف هروئین شیشه بیرحمه دیگه لامت سب. تک تک اینا رو از من گرفت. یعنی تک تک من بهترین زندگی رو داشتم 15 سال پیش، بهترین زندگی رو داشتم. ولی خب از 10 سال پیش که مصرف شیشه و هروئین شروع کردم دیگه، یعنی چجوری بگم، ماه به ماه یه چیز از من میگرفت. هر ماهی که رد میشد یه چیز از من میگرفت. زن، زندگی، دو تا ماشین داشتم، کارمو گرفت. منو یه جوری اوورد پایین، کارتون خواب خیابونم کرد. من آره دیگه واسه بگم چند ماه تو خیابون تو پارکا میرفتم میخوابیدم. حالا جا داشتم ولی موادی که میکشیدم مثلا وقت نمیکردم خونه برم، کلا تو پارکا بودم تو خیابون بودم، مثلا هیچ جا نمیرفت. یعنی همیشه تو کلانتریا بودم. منو گرفتن چند بار زندانم بردم ولی خوب نشدم. سر سرقت؟ سر نه مواد. من بیشتر مواد، حالا سرقت هم میکردم نمیدونم. بچه امام نیستیم ولی خب مواد که بکشید دست به همین کارا میزنی. حالا بعضیا شاید انکار کنن بگن ما سرقت نمیکنیم، دروغه. از مال زن بچت هم که بزنی سرقت حساب میشه. ولی خب در کل حالا شیشه و هروئینی که بزنی خواه نخواه وادارت میکنه که جیب رفیقتو بزنی، مال مردم رو برداری. ولی خب الحمدلله الان نزدیک 1 سال و 8 ماه با هم پاک شدیم. پس تو کی پاک شدی؟ من دقیقا دیگه الان 1 سال و 8 ماه دیگه. کی؟ چه تاریخی پاک شدی؟ پارسال 21 آذر؟ نه برج 9 بود دیگه. 21 آذر دیگه. آره. آره. من 30 آذر پاک شدم. بدن قدش. تو از یه 9 روزی جلوتری. خب دیگه حالا ما هم سیگارمو 11 ماه و 4 5 روز سیگارم نمیکشم. بعد سوال من از تو اینه که به خودت چرا نمی اومدی؟ یعنی اینقدر این متاعه یه کاریت میکنه که تو حاضری همه چیز تو بدی ولی بهت بر نخوره؟ آره دیگه حالا
وقتی که اونی میکسی فقط فکر و ذکر و ذکر و زندگیت همه چیز اون میشه. من اصلا برای مهم نبود، نه خانواده مهم بود نه هیچه، کلن یه آدم ناامیدی میشی. من کلن امید نداشتم دیگه، کلن الان معجزه شده واسه خودم که برگشتم، ولی اصلا من یک آدم ناامید بودم. کلن میگفتم من اصلا نمیتونم به زندگی با. هنوز الانم با این مدت پاکی که دارم هنوز امید ندارم، به والله هنوز امید ندارم. من میگم شاید نتونم دوباره زندگی درست کنم دوباره، یعنی چون از همه جا ترد شدم، هنوز یه پشتیبان قوی ندارم، یه کار درست حسابی ندارم. جدی میگم خودم همون قضیه، همون قضیه دیگه. آره جدی من نمیتونم تهرونی صحبت کنم، ولی خب ما بچه روستاییم، میخوام قشنگ صحبت کنم ولی نمیتونم. من اصلا صحبت کردن رو فراموش کرده بودم. الان الحمدلله هر چیزی که برنگشته به من حداقل صحبت کردن یک کم داره راه میفته. اینقدر تو خراب بودی آره اصلا نمیخوره. آره خدا چی میدونم، من خودم خوب ساختی خودتو. الان ماشاءالله صورتت قرمز ترگل ورگلی. مثلا بعضی ها اینجا هستن اینقدر تو با اینکه 10 سال مصرف میکردی شیشه دوا بعد جالبه اینا با اینکه همدیگه رو خونسا میکنن، یعنی طرف همیشه باید من بزنه دیگه. آره دیگه 24 ساعت، 24 ساعت یعنی باید دیگه فقط 2 ساعت بری بیرون تهیه کنی برگردی، یعنی از پای مصرف که بلند میشی خماری دیگه. آره دیگه تو هروئین میزنی شیشه رو میزنیش، یه ساعت یه نشیگی خاصی بهت میده که میتونی بری یه کاری یه حرکتی انجام بدی که پول مصرف بعدی تو در بیاری. همین زندگی مصرف، زندگی مصرف. ما زندگی نداریم، زندگوه با جدی. بچه هم داری؟ بچه نه، ما خدا حالا نمیدونم چی شد، خدا به ما بچه نداد، بچه نداشتم. خب من طلاق گرفتم. شوک میکنی از این بابت؟ آره که بچه نداشتی؟ ما خیلی تلاش کردیم که خدا بچه بده، ولی خب لیاقت بچه رو نداشتیم دیگه. حالا باید هر چیزی اول از خدا، اول لیاقتش رو بخوای بعد اون درخواست داشته باشی، ولی ما خب لیاقت بچه رو نداشتیم، خدا هم بهمون نداد. بعد تو حسرتش موندیم دیگه. به خانم حق میدی ازت جدا شده یا نه؟ آره حالا اگه یک کم دیگه صبر میکرد، من میگم اون تا زمانی که اون بود من اصلا پاک نشدم. به محضی که اون طلاق گرفت رفت دقیقا 3-4 سال دیگه من برگشتم به خودم، دیدم چیکار. وگرنه اونا خیلی تلاش کردن که منو پاک کنن، خیلی حالا مقصر من بودم با کارهایی که من میکردم، با چجوری بگم انگل اجتماعی این دیگه آدم معتاد انگل اجتماعی. خب اونا هم حق داشتن، حالا چی بگم حق داشتن. قرص هم میخوردی؟ نه من اصلا با قرص رابطه نداشتم، هر موادی که بگی زدم ولی الا قرص. چی هشیش؟ همه چی زدم فقط غیر از قرص. من الان سرم درد میکنه قرص نمیخورم کلا اصلا با قرص میونه ندارم. بعد دو سه تا خاطره بال بامزه داری دم دستی برامون تعریف کنی؟ خاطره دیگه از مصرفا یا نه؟ چه حضور ذهنی ندارم چی بگم. خب همین کربلای داداش، تو کل دستشویی های مسیر نشه میکردی؟ آره دیگه کلن نجف، سامر را، کازمین دستشویی ها شمه رو زیارت کردی. تو دستشویی های حرم هم تا حالا زدی حرم مشهد؟ آره اونجا که یک دستشویی باحالی داره جدی اونقدر وی آی پیه اونجا، دوست نداره بیه بیرون نیه اونجا. اونجا دستشویی‌هاش خیلی اصلا آب داغ هم داره، میتونه دوش بگیری جدی. روزی چقدر خرجت میشد برای مصرف؟ روزی من 400-500 تومن میکشیدم. خب این پولا رو از کجا میآوردی؟ در میاد دیگه، در میدادن زایات بابا من بابا که بابام که فوت کرده خدا رحمت، مامانم که اصلا چند ساله من ندیدمش جدی میگم، اصلا اونم تا... خبر نداره ازت؟ چرا الان که خبر داره، الان که پاک شدم برگشتی. من هیچ عجزمو بگم آره. چجوری پاک شدم؟ دقیقا من 3 سال تو زندان بودم، همین حبس آخری که اومدم بیرون، از زندان چناران اومدم بیرون. چناران چی کار میکردی واسه طرفه؟ چناران واسه مواد بودم دیگه، تو سبزیوار بودم، از سبزیوار منو انتقال دادن چناران. تبعیدت کرده؟ آره دیگه، موادیا رو کلن میدن چناران. خب
دقیقا 3 سال بعد 3 سال که آزاد شدم زنگ زدم به مادرم گفتم که مادر من آزاد شدم. گفت بدبخت شدیم. این حرف خیلی سنگین واسه من تموم شد دیگه. از همونجا تصمیم گرفتم حالا کدوم مادر دوست داره که مثلا بچهش از زندان آزاد شه این حرف رو بهش بگه. من 3 سال بدون ملاقات کشیدم. هیچ کی ملاقاتم نیومد. هیچ کی. بعد اونجا به خودم اومدم از همونجا تصمیم گرفتم گفتم مرتضی داری چی کار میکنی با خودت دیگه؟ مادرت که پاره تنشی داره این حرف رو میگه دیگه از بقیه چی انتظار داری؟ از همونجا تصمیم گرفتم اومدم ترک کردم. بعد خوب بوده بهت برخورده دیگه. خب حالا از یه جای دیگه باید یه تلنگوری بهت بخوره. تا اون تلنگور هم بهت نخوره فایده نداره. من 20 بار تو کم اومدم ترک کردم فایده نداشت. تو خونمون هم اونطوری مامان درمانی میگن، آب درمانی میگن، امام حسین درمانی گفتن، کمپ اول فضلی، همه جا رفتن جواب نداد الا همین حرفی که مادرم بهم زد. این تلنگور شد واسه من که دیگه برگشتم. حالا پاشم میبوسم. من خیلی اونا رو اذیت کردم ولی خب کلا دیگه منو ول کرده بودن. اصلا میگفتن تو بچه ما نیستی دیگه. کلا داداشام، مادرم، همه رو من کلا خونه نمیرفتم دیگه. چند سال من الان نزدیک 6 ساله تو 4 دیواری هم رنگ بیرون ندیدم. آره دیگه الان مرتضی هم کلا مسئول خرید کمپ اینجاست. فروشگاه داره کسشیرترین سیگارای دنیا رو. یعنی سلاتین کسشیرترین ها. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی که سیگاره فکر میکنم مثلا درخت میم و اینجوری چوباشو بریدن قطعه قطعه کردن توی کاغذ سیگار شده سیگار. اسم سیگارو چیه؟ پرزیدنت. حالا یه جوری میگی فروشگاه مثلا فکر میکنم فروشگاه مال منه. اگه مال خود نه بابا ما هم یه خدمتگزاری اونجا میریم پرش میکنی فقط. آره دیگه ما هم مثلا دارم بهشون میدم. مسئول اونجا مثلا من رو مسئول گذاشتن که بیان میان خرید کنن مریضا من بهشون میدم. مال خودم که نیست بابا. اگه مال خودم باشه که آقاییم دیگه. آره چون فکر میکنم فروش سیگارش بالا. حالا فروش سیگار فروش که همه چیزش بالا ولی خب در کل چجوری بگم مال من که نیست. هیچ چیز تو جیب من که نمیره. آره جالبه ها که مثلا چجوری صحنه که داداش تو بدون این که اینجا بهت حقوق آنچنانی بدن نمیری بیرون دنبال کار بگردی اینجا وایستادی. آره من الان استعدادهای خوبی دارم. خیلی استعدادهای خوبی آره دارم. آره تو موزیک آره. صداش بی نظیره. میخونم نوحه هم میخونم مدعی هم میکنم. من قبلا راننده جاده هم بودم مدارکم هم درسته ولی خب میگم دیگه یعنی حرف ناامیدی رو داره میزنم. پشتیبانی درست حسابی ندارم که بخوام برم بیرون. می ترس دارم که الان برم باز دوباره شاید برگردم. هنوز به اون امیدی که چجوری بگم هنوز خانواده از کله میترسی. آره هنوز میترسم چون واقعا بدبختی زیاد کشیدم تو این اعتیاد. همه چیز رو از من گرفت. هنوز ترس دارم به مولا. الان وسوسه چی بیشتره شیشه یا هروئین؟ الان که خدا شاهده یه چیز بگم هنوز وسوسه هیچ کدومش به سراغ نیومد. حتی سیگار هم خیلی ها گفتن سیگار نمیتونی ولی الان جلوام میکشم. من خودم دارم سیگار میفروشم به این بچه ها دیگه. من خودم اصلا وسوسه هیچی ندارم. هیچ. خدا کنه حالا میتونی بمونه تا آخر. چون تو برنامه هم. آره برنامه دیگه. بعد 3 بار زندان رفتی؟ زندان داستان چجوریه؟ تو زندان مواد هست؟ تو زندان چی کار میکردی تو برا زدن؟ تو کلن آدمی بودی که خمار بودی تحمل میکردی یا نه خمار بودی دیوانه؟ من اصلا طاقت من چند سال میگم 10 سالی دارم میکشم هنوز خماری نکشیدم دیگه. یه چند بار اومدی کمپ؟ آره اینجا که خماری اینجا رو که دیگه وقتی بخوای ترک کنی دیگه باید دردش هم بکشی دیگه. ولی وقتی میزدی نمیذاشتی خمار شی؟ نه اصلا به هیچ عنوان. جنس داشتم دوباره هنوز اینا تموم نشده به فکر جنس بعدی بودم. بعد واقعا بعد از چند روز به یه جایی میرسونه تو رو دوا و شیشه که دیگه روش هایی نمیشی، روش بالا نمیری، فقط میزنی که نرمال شی. به من که خیلی زود چجوری بگم من 5-6 ماه طول نکشید دیگه گرفتارش شدم. عجیب
بعد جور گرفتار شدم. یعنی سوار ما شد. آره دیگه، تو جوری که میگی دو تا ماشین براش دادی. آره زندگی من همیشه رفت دیگه. چه عشقی داره لعنتی. مهرش از مهر مادر بیشتر لامصب، خیلی قدرتش بیش بالاست لامصب، ولی خب میتونی کنترلش کنی. مهر اتفاقا نامردیه دیگه. نامردیه دیگه، اون مواد نامرده. نامرده دیگه، ولی خب چرا بعد مهری داری لامصب نزدی به نه خدا رو شو. خدا نکنه دشمن ندنی، ولی در کل میگم چیش بگم، ما خوب نمیشیم. من خیلی ناامیدم جدی میگم آقای دکتر. از این که دوباره بزنی؟ از این که الانم سالمیم هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی واسمون میگن صبر کن صبر کن، اوکی صبر کن، میگه دو سال الان صبر کردیم هیچ اتفاقی واسمون نیفتاده. درسته از لحاظ ناشکری نمیکنم، واقعا خدا رو واقعا 100,000 بار شکرش میکنم که از این منجلاب اومدم بیرون. ولی خب الان بس هم سن سالای خودم که نگاه میکنم میبینم همه زن و بچه دارن، دو تا بچه دارن، من الان میخواستم مثل اونا باشم. اینا رو که نگاه میکنم واقعا یه ناامیدی خاصی میاد سراغم، ولی خب باز میگم خدا رو شکر حداقل من میدونم الان اگه دوباره مصرف کنم جام زندانه. ترس از همین که دوباره نرم اونجا الان یکی از دلایلیه که واقعا من دوباره نمیخوام مصرف کنم، ترس از زندان رفتنه، چون کله خودم میشناسم. باید یه جوی مشغول باشم، میدونی چی میگم؟ آره. باید فکر من یه جوی مشغول باشه. میدونی به خاطر اینه که داداش من با همه شما صحبت کردم، به همه تونم گفتم، چون شما دیوونه خوشبخت شدن نیستی. نگاه آره. تو چرا هیچ موقع خماری نمی کشیدی؟ چرا می رفتی کربلا مواد تو با خود درجور شده می بردی؟ چرا روزی 6 تو روزی 500,000 تومان خرج مواد می کردی؟ هر جور شده بوده اونو در می آوردی. چرا؟ چون بدون اون نمی تونستی زندگی کنی. خب ولی مشکل اینه که شما بدون پول می تونین زندگی کنی. می فهمی چی میگم؟ چون بدون پول میتونی زندگی کنی نمیری سراغش، در حالی که اگه همون جور بدون مواد دیوانه میشدی، همون جور تو الان بدون پول دیوانه شی، یعنی شب خوابت نبره مرتضی. من اینجوریم. من اگه آقا روزی اینقدر در نیارم شب خوابم نمیبره. به خدا دارم میگم، میگم سنا امشب آقا مثلا تو قرار بوده اینقدر دریاری کمتر درآوردی، چجوری تو میتونه خوابت ببره؟ من پشمام ریخته سنا، تو چجوری میخوای بخوابی؟ امروز کم در آوردی. اگه اینجوری دیوونه موفقیت باشی، دیوونه پول در آوردن باشی، دیوونه زن گرفتن باشی، بهش میرسی شک نکن، یعنی شاید دو ماه هم بهش برسی. ولی میدونی تو یک ماه آدم ها یه جوریم که بدون مواد نمیتونیم زندگی کنیم، ولی یه کاری کردیم که بدون پول میتونیم زندگی کنیم. در حالی که تو از همین فردا بگی من مرتضی بدون پول میمیرم، من مرتضی بدون پول نمیتونم زندگی کنم. به کم قانع شدیم الان اینجوری شده، به کم من به کم قانع هم دیگه. آفرین. خرج روزانه هم اگه در بیارم میگم کافیه، پس انداز هیچی ندارم. آفرین. الان مثلا من الان باید روزی کمی کمیش کارگر ساده 400 تومن 300 تومن کار میکنه، ولی آره. من اگه 50 تومن الان دارم خودم رو ساپورت میکنم اگه در بیارم. اینه به کم قانع شدی؟ میدونی از اول هم اینطوری بودیم. 50 تومن چیه؟ خب در کل میگم آره دیگه، میگم دیگه جالب ها. تو از همین فردا بیفتی تو شیشه روی روزی 500 خرجت باشه، درآمدت میشه 500 تومن. آره. به قول شرف میدم ها، 50 تومن درآمد میشه 500 تومن. چرا؟ چون تو بدون اون مواد نمیتونی زندگی کنی، فقط میشینی تو خونه به این فکر میکنی چیکار کنم چیکار کنم تا یه راه میاد. الانم تو مثلا ماها یه آدمایی، حالا بحث داره میره یه سمت دیگه ولی خب جالبه اگه تو موافق باشی راجعش صحبت کنیم، ما یه آدماییم داداش که بدون یه سری چیزا میتونیم زندگی کنیم، ولی اگه تو به این فکر کنی که بدون تا موقعی که به اون ماشینی که میخوای نرسیدی شب راحت خوابت نبره،
شب عصبی بشی اون موقع 100% به اون ماشینه، معتادش باشی، دیوونش باشی. باید یک هدفی داشته باشی دیگه. حالا نه دیگه، من دیگه؟ نظرم اینه که آقا مگه من و تو چه گوییم که هدفی داشته باشی؟ تو هدف نداشته باشی که نمیرسی، نمیگی ماشین. من هدفت باید ماشین باشه دیگه، باید تو به اون نرسی. نه هدف ماشین نیست در کلی، نه هدف اینه که تو شاد باشی. شاد نه، خوب نگاه کن، هدف اینه که تو، ولی من با ماشین شادترم. هدف اینه که تو شاد باشی. آقا تو الان نگاه کن، ایلان ماسک میگن داداش درگیر افسردگیه، میخواد افسردگیشو خوب کنه. افسردگی یعنی چی؟ یعنی من از زندگی الانم ناراضیم. این خیلی حرفا، طرف پولدارترین آدم دنیاست ولی از زندگی الانش ناراضیه. و باور کن به یه درجه میرسی که بعضی موقعا میگی که چقدر قدیم حالم بهتر بود. بعد دیگه چه اجزایی داری؟ مواد با تو چی کار کرد؟ اجز که فراون دارم دیگه، چی بگم؟ یعنی نابودم کردی، نیست. توهم هم میزدی رو شیشه؟ توهم. آره. چه توهم هایی؟ مثلا تو خونه بودم، فکر میکردم یکی پشت پنجره است. حالا یه دفعه یه چی تا بگم؟ بگو. میگم موتورمو بردم حموم. جدی میگم موتور داشتم، بردمش حموم. بشوام جدی بشوریش؟ آره دیگه، ساعت 12 شب بردمش حموم، دقیقا ساعت 6 صبح بردمش بیرون. ساعت 4 بود، فکر میکردم مثلا در حیاتمون داره در میخوره. رفتم، اصلا کسی هم نبود، فکر میکردم کسی داره در میزنه. رفتم از حموم اومدم بیرون، رفتم در رو باز کردم، تیر برق در حیاتمون، فکر میکردم آدمه. گفتم آجاقا چقدر قدت بلنده تو. اونجا ازدواج بودی هنوز؟ آره آره. زنت نبود؟ اون نبود دیگه، اون قهر بود دیگه، ما همیشه در حال قهر کردن بودیم. آره. یه ما خوب بودیم، سه ما. برای چه ببری موتور رو بشوری؟ تو چه فازی بودی؟ فاز تمیزکاری میگیره، شیشه که میکشی دوست داری همه جا رو تمیز کنی. جدی؟ آره، فاز عجیبی میگیره، فقط دوست داری. من لباس میشستم، خونه رو تمیز میکردم، کاشی ها رو تمیز میکردم. این لوازم های به درد نخوره که داخل اون قفسه بالا میذارن، همه رو دستمال کشی میکردم. فاز تمیزکاری میگیری یا فاز این میگیری که قفلیه یه کاریشی؟ قفل میشی روی کار دیگه، کلن تمیزکاری پیله میکنیم. این چی؟ من گوشیم، یه گوشی داشتم، یه پر کار رفته بود زیر دوربینش، یه کاریش کردم که اصلا مغازه بردمش، در مغازه درست نشد دیگه، گوشی نو. هی باز کردم، باز کردم، باز کردم، وقتی به خودم اومدم هیچی نداره. پیله میکنی تا دهنشو سرویس نکنی ولش نمیکنی. قفلی صحنه بودی مثلا، بعد یه ساعت به خودت اومدی و خواهر من قرار بودی یک تیکه روش رو تمیز کنم، وقتی دیدم کلن صفحه و نمیدونم LCD و همه رو زدم. بعد این توهم هایی که میده به خاطر، چون خیلی ها به من میگن شیشه توهم خودش نداره، به خاطر بیخوابی زیاده که توهم میده. خود دیگه آره، خواب من که هفته یه بار شاید میخوابیدم، شب روز بیدار بودم. بلن شب کار بودم، بیشتر شب کار بودم، شبا میومدم بیرون، روزا مثل کلن زندگی برعکس آدم عادیه دیگه. اونا روز میرن سر کار، ما شب میرم. آره دیگه. شب میرفتی بیرون سر کار یعنی چی کار؟ مثلا تصادف با هم اموال مردم دیگه، باید بتونی مواد تو در بیاری دیگه. من کاری مگه مثلا آدم موتور چی کار میتونی بکنی؟ حتما کار بهش میدن. همین خب چی کار میکردی؟ میکردن دیگه. دزدی یعنی؟ آره دیگه. حالا دزدی چجوری بگم؟ زشت نیست که. آره سرقت میکردم دیگه کارم. آره دیگه من چی سرقت نکردم؟ من خودم داداش تو بچگیم سرقت کردم. آره من سرقت میکردم، یعنی مجبور بودم. خوشگل گفتی، همین که تو از شکم زن و بچت میزنی سرقته. آره دیگه. خیلی ها شاید اینجوری، خیلی ها حتی یه آدمی تو میبینی میلیاردره ولی داره از شکم زن و بچهش میزنه خرج دوست دخترش میکنه. این آدم هم داره سرقت میکنه به قول. خیلی حرف مشتی زدی، حال کردم. بعد
داشتم اینو میگفتم شیشه به خاطر بیخوابیه توهم میده. آره دیگه. یا خودش توهم، یعنی تو اگه شیشه رو بزنی خوابت خوب باشه توهم نداری؟ چرا توهم داری؟ شاید کمتر داشته باشی، ولی خب اینو قشنگ گفتی، چون یعنی نه چند شب نمیخوابی. من خودم اینطوری بودم دیگه، میزدم قشنگ تا چهار شب نمیخوابیدم، شب و روز بیدار بودم. خب مگه تو شبانه... هروئین رو باش نمیزدی؟ چرا میزدم اصلا نمیدونم با بدن من حالا اینطوری بود. من کلا بیشترم الان همینطوری هم دیگه، اصلا خواب نداری، چهار شب نمیخوابیدم. آره غذا شما. هم مثلا یه بیسکویت میخوردم دیگه نهایتا تو روز شبانه روز اصلا هیچی نمیخواد بخوری، فقط بزن بکش. چه داستان بدیه، چقدر بلدن چجوری آدم خیلی. گیر بندازن. دو تا چیز رو بهت میدن که دو تا چیز خلاف همه. خوب بلدن گیر بندازن. و فقط یک اخلاق خوبی که داره این مواد، همه رو به یه چشم نگاه میکنه، این اخلاقش خوبه. یعنی چی؟ یعنی این که اگه پولدار باشی، شاه باشی، گدا باشی، بچه خان باشی، یعنی جوری ریشه تو میزنه که فکرشو نکنی. این اخلاقش خوبه. حالا بعضی ها میگن مثلا این وضعش خوبه، الان تو میگی شاید وضعش خوب باشه طرف، یعنی اونم روزی میفته. ما مشکل این اینجاست که میگیم کارتون خواب. من داخل پارک میخوابیدم، شاید خیلی ها بگن این کارتون خوابه، ولی یارو که پول داره تو خونش کارتون خواب یعنی مواد کارید میکنه که انزوا نشین بشی دیگه. وقتی که تو با زن و بچه نتونی مسافرتی بری، یه سر تو خونه، حالا اون طرف شد خونش مصرف میکرده، من داخل دستشوی داخل پارک مصرف میکردم، فرقش اینه نهایتا. اونم کارتون خوابه، من هم کارتون خواب بودم، هیچ فرقی نمیکنه. جدی میگم. آره دیگه، اون کارتون خواب خونه است یا کارتون خواب ماشین، بله. واقعا فرقی نمیکنه. و شایدم اونم به کارتون خوابی پارک برسه. میفته، یعنی شک نکنی، یعنی شک نکن. من دقیقا خودم با چشمای خودم دیدم دیگه. من یه پرایدی داشتم، مسافر کشی میکردم، همین کمربندی که میومدم این معتادا رو میدیدم، من مصرف میکردم، میگفتم اینا رو نگاه کن، آبروی هرچی معتاده بردن. یعنی به دو سال نرسید این همون اتفاق واسه خودم افتاد. من هم مثل همونا دقیقه رفتم زیر پول مصرف میکردم، یعنی یه کسکشی مطلق افتادیم دیگه. جدی میگم. تزریق که نکردی؟ نه تزریق نکرد. بعد شیشه رو تو پایک میکشیدی؟ بله دیگه، پایک. روزرورق نمیزدی؟ نه چرا، وقتی که گیر میکردم مجبور بودی دیگه، ولی بیشتر پای بود. خودم هم میزدم، سازندش بودم. خودت پای بودی؟ آره، سه قبه میزدم. 24 ساعت یه پکنیک روشن بود جلو ما، فقط پای میزدیم. بعد یه سوال، به نظرت آدم میتونه جلوی اعتیادش رو بگیره یا نه؟ آره، چون نگاه کن خودت داری میگی، قشنگ میگی آقا من شیر تریاک میزدم، یهویی به خودم اومدم دیدم توشم. میگی اصلا من همه ی آدم ها، اصلا هر کسی شیشه هروئین میزده قبل از اینکه بزنه مثل سگ ازش میترسیده مرتضی. بله بله دقیقا. ولی توش افتاده. به نظر تو میشه جلوشو گرفت یا نه؟ خیلی سوال سختی پرسیدم. سخته دیگه چجوری بگم من؟ من خیلی دارم به این مسئله فکر میکنم که کسی که مواد نمیزنه باید به مواد نزدنش افتخار کنه یا نه؟ بله. یا من و تویی که مواد میزدیم باید بدمون میاد از این که میزدیم یا نه؟ چون دست خودمون نیست. میدونی چی میگم؟ انقدر این پروسه، مگر اینکه تو اگه داری شیر تریاک میزنی همین الان کلن هر مخدری میزنی رو بذاری کنار، وگرنه تو حتی بگو گل اگه بکشی، که تو هم گل هم بکشی ممکنه این گله تو رو وارد یه جمعی کنه که ناخواسته بزنی، مگه اینکه هیچ نزنی. آفرین، یعنی باید پاک، اصلا از همه چیز باید پاک باشی. آفرین. دیگه جایگزین کنی به درد نمیخوره. آفرین. قرار باشه من مثلا شیشه هروئین رو گذاشتم کنار، بخوام آبکی مصرف کنم، شک نکن دوباره مصرف رو شروع میکنم. جایگزین نباید داشته باشه، جایگزین باید لذتای قبلا و الان با تفریح و ورزش و نمیدونم سر کار رفتن اینا پر کنی. جایگزینت باید اینا باشه. قبلا من میرفتم مثلا داخل خیابون
جیب اون اینو اونو میزدم، الان باید برم کار کنم دیگه، باید جایگزین داشته باشی، اگه جایگزین نداشته باشی آفرین دوباره محکوم به زدن. زدن تو دیگه همینه، تو مواد دو کنار نمیذاری، زندگی که تو رو به سمت مواد میکشونه کنار میذاری، چراغ قرمزا رو کنار میذاری. و من نظرم اینه مرتضی، تو اگه داری شیر تریاک میکشی هیچ موقع نمیتونی به خودت بگی که نه من مطمئنم سمت هروئین نمیرم، هیچ موقع نمیتونی این تضمین رو به خودت بدی. اگه میخوای مطمئن بگی سمتش نمیرم باید شیر تریاک باید همیشه آره دیگه باید. چون میدونی داستان اعتیاد خیلی داستان جالبی، یه چرخیه که تو چشاتو بستی افتادی روش، ممکنه هر جایی تو رو ببره، حتی جایی که مثل بنز ازش میترسیدی. بعد از توهمات بگو خیلی بعد چیزم داشتی مثلا فکر کنی کسی دنبالته، کسی میخواد تو رو بکشه، نمیدونم آدم فضایی ها دنبالتن، یه چیزی تو جا گذاشتن، کار گذاشتن تو رو مدیریت. نه اونطوری که نشده بودم من. عجیب ترین توهمات چی بود؟ همین دیگه، من زیاد توهم نمیزدم واقعیت بخوام بگم، مثلا زیاد به اون صورت توهم نمیزدم، ولی همین چند بار بود دیگه آخر مصرف میگم دیگه، فکر میکردم همیشه یک چیز هم دیگه هم بگم، من ربات پام پاره شد تو داخل خیابون داشتم میرفتم یه لحظه ماشین آتش نشونی رد شد، از این چراغ گردون داره دیگه یک قیق هم میکنه، فکر کردم آمبولانس ها، من فکر کردم مأمور دنبالمه، فرار کردم، اصلا اون به طرف من هم نمیومد، ماشین شهرداری بود داشتن آشغال جمع میکردم، من فکر کردم دنبال من مأمورم خود منو بگیره، فرار کردم افتادم توی جوی، رباتوی پمپ پاره شد. خب آره اینم یه عجزیه دیگه، حالا خنده هم داره ولی خب نتونستم دوباره. بعد رفتی دکتر یا نه با همین حال رفتی؟ آره دو سه ساعتم اونجا افتاده بودم، ساعت 3 صبح بود تا ساعت 6 به بنده خدا اومد منو برد بیمارستان، گفتم باید عمل بشه، گفتم پول ندارم از کجا عمل بشم، ولش کردم دیگه، حالا نمیدونم کش آورده بود، دقیقاً کش آورده بود، گفت خوب میشی الان پمپ لقه میشه، میگم آره داره. گفت این دکتره گفت به مرور زمان که مثلا سنت بره بالا جا خالی میکنه، الان دقیقا همینطوری، بعضی موقع میگیره اصلا پام راست نمیشه نمیتونم دیگه، حالا گفتن هزینه میخواد، گفتم باشه خودش خوب میشه دیگه، این هم یه عجزیه دیگه، اینا هم آره دیگه عجز زیاد دارم ولی خب الان. بچه ها در ضمن من شماره کارت مرتضی رو براتون تو دیسکریپشن گذاشتم، حتما از بچه هایی که من باشون پادکست میگیرم حمایت کنین، نه به خاطر خودشون، به خاطر اینکه بقیه اگر دوست دارین از این پادکست ها حمایت کنین. الان بعضی ها میان میگن خودت چرا پول نمیدی؟ احمق هم بعضی ها، واقعا بعضی ها مرتضی با اینجا فکر نمی کنن و با کونشون فکر می کنن. مشکل اینه بعضی ها با اینجا فکر نمی کنن. خلاصه بچه ها با احترام به همه شما، یه شماره کارت تو دیسکریپشن میذارم مال مرتضیه و حمایت کنیم به خاطر اینکه بقیه بچهای کمپ هم ترغیب بشن تا توی پادکست های ما حضور پیدا کنن. این خیلی مهمه، بی نهایت مهمه، چون میدونی تو باید یه چیزی بدی که یه چیزی بگیری. الان ما داریم اطلاعات میگیریم از یه آدمی که داره یه ساعت از وقت با ارزشش رو در اختیار ما قرار میده، مرتضایی که واقعا منو کرد تا بیاد. خب یعنی هر دم سر کار این ور اون ور، وقتش پره برای مسئول خرید کمپه و خب باید یه حمایتی بشه تا آقا من بتونم به بقیه بچه های کمپ هم بگم آقا تو هم بیا، ما حمایت میکنیم، ما حمایت میکنیم، بچه ها بچه های لوتی هست. برای همین تا میتونین حمایت کنین. و مرتضی اگه بخوای یه حرف، یه جمله، 10 تا جمله، 100 تا جمله، هرچی به بچه من و تو یا نوه من و تو که ممکنه در آینده من و تو بمیریم ولی این فیلم تا 100 سال تا 1000 سال دیگه میمونه، ممکنه من و تو فسیل شده باشیم، جدی دارم میگم، یه لحظه بهش فکر کن که آقا 500 سال دیگه من و تو اصلا کجاییم، شاید از ما یه گل رشد کرده باشه یا شاید از ما یه درخت رشد کرده باشه 500 سال دیگه، و یکی ممکنه مثلا نسل پنجم ما این کلیپ رو ببینه و میخواد یک مسیر جوونی رو شروع کنه،
مهمونی میره، داره با رفیقای دراگباز آشنا میشه، با رفیقایی که مواد میزنن آشنا میشه. اگه حرفی داری بهش بگی، چون دیگه سرشار از تجربه دیگه، خب اگه حرفی داری بهش بزنی بگو، تریبون در اختیار تو. چی بگم دیگه؟ من چیزی بگم؟ فرض کن داداش پسر خودته، تجربه اونی که میخوای بری سمت مواد، اونی که میخوای هنوز تازه در راه مواد افتادی، تجربه جلوت نشسته. ببین منم اول گفتم همه چیز داشتم، خیلی هم زرنگ بودم، خیلی هم خودم چجوری بگم، خیلی خودم زرنگ میدونستم، میگفتم من تو دام یه اعتیاد نمیافتم، یعنی جوری مواد منو زد زمین که الان روزگارم شده این. پس از همین اول راه تو درست انتخاب کن، دوستاتو با دوستایی که مثلا داری رفت و آمد میکنی، با مکانهایی که داری میری شوخی نداره این مواد، با هیچ بنی بشری شوخی نداره. مخم قفله، نمیدونم چی بگم، ولی خب همینقدر میدونم که مواد با هیچ کسی شوخی نداره. از همون سیگار شروع میشه، کم کم به جای بدترش میرسه. با یه پسر صحبت میکردم، خب حالا پادکستش میاد بیرون بچه ها، این پسر چی میگفت مرتضی برای اینکه میگی واقعا توی مهمونی ها نرین چون مواد شوخی نداره؟ این پسره میگفت من رفتم توی مهمونی، اون زمان فقط گل میکشیدم، رفتم توی مهمونی یارو نشسته بود، با هم دیگه گل کشیدیم، بهش گفتم گل که جدیدن منو زیاد نمیگیره فلان اینا، میگفت یه دفعه یه پودر سفیدی روخ ریخ رو میز، گفت بیا اینو بزنی، میگفت اینو باهاش زدم، اصلا میگفت ناخواسته یهویی به خودم اومدم دیدم دماغم روشونه دارم میزنم. بعد میگفت رفتیم بیرون، یکی یه شربت لین به ما تعارف کرد، میگفت منم تا حالا اصلا نمیدونستم لین چیه فلا اینا، به ما گفتش الان که تو اون لاین کوکائینو زدی این لی شربت رو روش بزنی میکسش خیلی جوابه. میگفت شربت هم زدم، بعد مهمونی تموم شد و این شربت تو زندگی من موند. و میگفت من دوتا مخدری که اونجا زدم، شربت و کوکائینه، رو جفتش رو قبل از اینکه برم تو مهمونی اصلا راجبش فکرشو نمیکردم. یعنی اینی که تو میگی واقعا خیلی مهم است بچه ها، مهمونیایی که میرین واقعا انتخاب شده باشه درست حسابی. ما نمیتونیم بگیم مهمونی نریم چون الان جامعه عوض شده مرتضی، خب آره. ولی مهمونی برو که آقا دو تا آدم درست حسابی، نه اینکه دو تا آدم که آقا تو رو مثلا به خاطر اینکه با تو یه شب حال کنم به تو ایکس بدم. خیلی جالب بود، میگفت رفیق خوب رفیقیه که وقتی مستی پیکو از دستت بگیره، نه اینکه یه پیک دیگه برات بریزه. تو وقتی میری تو اون مهمونی رفیقات بهت میگن بیا بزن، نه اینکه بهت بگن نزن. و تو خیلی جالبه، اون رفیقایی که بهت میگی بیا بزن و بیشتر دوست داری. چرا؟ چون مغز دیوونه لذت و دوپامینه. الان یه جوری شده به خودشون افتخار میکنن دیگه، مثلا دختره سیگار دستش گرفته، مثلا من میرم از اونجا رد میشم. من چند شب پیش تو شهر بازی رفتم یه باری بیاریم، دیدم دو تا دختر نشستن میخوان چی؟ میخواستن گل بار بزنن، پیپر دستشون بوده اینا کاغذیه چیه آره. من یه لحظه چشم بونه افتاد، گفتن اگه بلد نیستین تو بیان بار بزنم، دیدم نمیتونم خب. بعد دختره گفت بیا بار بزن، یه لحظه باز خودم برگشتم گفتم به تو چی؟ آره دیگه دفعه میرفتیم اونجا سر آره دختر رو هم میکشیدیم. آره دیگه همین دقیقا همین قضیه واسم پیش اومد دیگه. من 6 ماه پاک بودم، تنها دفعه که تونستم خودم رو به 6 ماه برسونم بعد از این دفعه، نه دفعه قبل، 6 ماه پاک بودم دقیقا رفتم تو عروسی، تا 6 ماه عروسی جا نرفتم، رفتم تو عروسی دور زدم همین رفیقان گیجان مست الکل بودن داشتن میرختیدم، من اومدم کنار، اصلا فکرشو نمی کردم که من اون شب بخواد این اتفاق واسم بیفته. بعد مکان مصرفم هم چند خونه اون طرف در بود، گفتم واسه من برم تا اونجا یه سر بزنم ببینم چه خبره، چون اینجا حال نمیداد بهم دیگه. گفتم مثلا همه تو فاز بودن، آره. تو کلت خالی بود، گفتم تا اونجا برم، اصلا فکرشو نمی کردم، ناموسن فکرشو نمی کردم که بخوام برم اونجا این اتفاق بیفته. رفتم در زدم، رفتم داخل، به خودم اومدم دیدم مثلا پای به بونا نمیدم، زرورقو بهشون نمیدم، به زور ازم گرفتن، یعنی اینقدر سریع منو کشون اون طرف خودشون لامستم.
و وقتی هم جالبه وقتی تو پاک میشی دوباره برمیگردی دیگه خیلی حشری تری، خیلی اصلا کلا موادت هم عوض میشه. مثلا هر دفعه من هر دفعه که لغزش میکردم دوباره برمیگشتم مصرفم دو برابر تر میشه، شاید نو مواد مصرفی من عوض میشد. برای من اولین دفعه اوکی اولین دفعه که ترک کردم با تریاک ترک کردم، کم کم دیگه هر دفعه که یه بود مصرف میکردم یه مواد جدید تر یه مواد جدید تر بهش اضافه میشد. مثلا از تریاک اومد به شیره، از شیره اومد به شیشه، از شیشه اومد به هروئین، آوکی، خلاصه گل، همه اینا رو مصرف میکردم دیگه. هر دفعه با مصرف فجیع تر میرفتم جلو، چون هر دفعه که لغزش کنی دوباره بخوای برگردی یعنی بدنت بیشتر احتیاج داره. آره. که بخوای این تشنه تری آره. برای همین من میگم 10% ترک کردن 90% دوباره نزدنه. آره. یعنی به نظر من تو اگه قرار باشه دوباره بزنی همون بهتر که ترک نکنی. ترک نکنی دیگه. خب حالا انشالله که خدا کمک همه بکنه انشالله. واقعا من این دعار دیگه. آره دیگه باید خودت بخوای، اول از همه خودت باید بخوای، خودت خواسته باشی، تا خودت هم نخوای هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ بنی بشری نمیتونه کمک کنه. خدا هم خدا هم. آره دیگه فقط باید خودت خواسته باشی، چون من برام واسه خودم دیگه این اتفاق افتاد. منو گفتم هزار بار منو اجباری آوردن. من همیشه با داداشام مثلا مادرم می سپردم به مامورا یا خودشون به زور منو می آوردن کمپ یا هر کاری می کردم به زندان افتادم، هیچ کدوم اینا جواب نداد. یعنی سختی زیاد کشیدم، فراوون سختی کشیدم. یعنی الان همیشه میگم خدایا هر کاری میخوای با من بکنی، هر امتحانی میخوای با من بکنی، فقط با مواد مخدر دوباره من امتحان نکن، چون تاوانای سختی پس دادن دیگه. بیشتر از حقم، بیشتر از سنم تو این اعتیاد ضربه خوردم و امروز خدا رو شکرش میکنم که دیگه حداقل اگه یه کار درست حسابی نداریم، یه زندگی درست حسابی نداریم، هیچی اگه نداریم، سلامتیم دوباره برگشته به همین. واسم فعلا کافیه. تو ببینیم خدا درست میکنه واسه همون، یعنی که مطمئنم درست میکنه ان شاء الله. بچه ها خیلی حرف خوشگلی زد. فرض کن یه روزی بزرگترین آرزوی زندگیت این باشه که دوباره مواد نزنی، اینقدر این لعنتی میتونه زندگی شما رو به بازی بگیره. با آرزوی زندگی بدور از وابستگی و با آرزوی این که خودتون رو گنگستر فرض نکنین که آره سنا بیورزه بود گل میکشید رفت سمت شیر تریاک و قرص خواب و فلان و اینا، مرتضا بیورزه بود که مثلا گل میکشید رفت سمت شیشه هروئین، من از اون با ارزام اتفاقا تویی که فکر میکنی با ارزه بیشتر در معرض خطری. خیلی دوستتون داریم، مواظب خودتون باشین. بازم میگم حتما از مرتضا حمایت کنی. تا دیدار دیگر. اینجوری کن اینجوری. حالا اینجوری ها. بدرود.